بسم الله الرحمن الرحیم اشراف و بزرگان از قوم او که سرکشی می کردند گفتند ای شعیب قطعا تو و کسانی را که با تو ایمان آورده اند از شهر و دیار خیش بیرون خواهیم کرد یا اینکه به آین ما باز گردید شعیب گفت آیا باز گردیم اگرچه از آن کراهت داشته باشیم؟ اگر ما به آین شما بازگردیم بعد از آنکه خدا ما را از آن نجات داد به تحقیق بر خدا دروغ بسته این و شایسته ما نیست که به آن باز گردیم مگر آنکه الله پروردگار ما بخواهد زیرا علم و دانش پروردگار ما بر همه چیز احاطه دارد ما بر خدا توکل کرده ایم پروردگارا میان ما و قوم من به حق داوری کن که تو بهترین داورانی و اشراف و بزرگان از قوم او که کافر بودند گفتند اگر از شعی پیروی کنید قطعا شما زیانکار خواهید بود آنگاه زلزله شدیدی آنها را فرا گرفت پس در خانه های خود از پا درآمدند. آنان که شعیب را تکذیب کردند چنان نابود شدند که گویا هرگز در آن دیار و خانه ها نبوده و آنان که شعیب را تکذیب کردند خود زیانکار بودند آنگاه شعیب از آنان روی گرداند و گفت ای قوم من به راستی من پیام های پروردگارم را به شما رساندم و برای شما خیر خواهی و نصیحت نمودم پس چگونه بر گروه کافر افسوس بخورم و ما در هیچ شهر و دیاری پیام بری نفرستادیم مگر اینکه اهلش را به ها و سختی ها گرفتار ساختیم شاید تزرع و زاری کنند سپس به جای ناخوشی و بدی خوشی و نیکی آوردیم تا اینکه افزون شدند و گفتند بیگمان به نیاکان ما نیز رنج و راحتی رسیده بود پس ناگهان آنها را در حالی که بیخبر و غافل بودند گرفتیم و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند قطعا درهای برکات از آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم ولیکن آنها آیات و پیام بران ما را تکذیب کردند پس ما نیز آنها را به کیفر آنچه انجام میدادند فرو گرفتیم آیا اهل این شهرها و آبادیها ایمن هستند از اینکه عذاب ما در شب هنگامی که خفته باشند سراغشان بیاید آیا اهل این شهرها و آبادیها ایمن هستند از اینکه عذاب ما در روز هنگامی که سرگرم بازی هستند به سراغشان بیاید آیا آنها از مکر و گرفت خدا در امانند در حالی که جز زیانکاران کسی از مکر و گرفت خدا ایمن نمی شود آیا برای آنان که زمین را پس از نابود کردن اهلش به ارث می برند روشن نشده است که اگر بخواهیم آنها را نیز به کیفر گناهانشان هلاک می کنیم و بر دلهایشان مهر می نهیم آنگاه آنان نمی شنوند. اینها شهرها و آبادی است که برخی از اخبار آن را بر تو حکایت می کنیم. و محققا پیام برانشان دلایل و معجزات روشن برای آنان آوردند پس هرگز به آنچه از پیش تکذیب کرده بودند ایمان نیاوردند اینگونه خداوند بر دلهای کافران مهر می نهد. و در بیشترشان وفای به عهد نیافتیم و به راستی بیشتر آنها را نافرمان یافتیم سپس بعد آنها موسا را با آیات و نشانه های خیش به سوی فرعون و اطراف یان او فرستادیم آنگاه آنها به آن آیات ستم کردند و کافر شدند پس بنگر عاقبت مفسدان چگونه بود و موسا گفت ای فرعون من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیان هستم سزاوار است که جز سخن حق بر خداوند نگویم به تحقیق من دلیل و معجزهای ای روشن از پروردگارتان برای شما آورده ام پس بنی اسرائیل را با من بفرست فرعون گفت اگر معجزهای ای آورده ای آن را بیاور اگر از راست گویانی پس موسا اصای خود را انداخت ناگهان آن اجده های آشکار شد و دست خود را از گریبان بیرون آورد پس ناگهان آن سفید و درخشان برای بینندگان بود اشراف و بزرگان از قوم فرعون گفتند به راستی این شخص جادوگری ماهر و داناست می خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند پس چه فرمان می دهید؟ آنگاه به فرعون گفتند او و برادرش را بازداشت کن و جمع آوری کنندگان را به همه شهرها بفرست تا همه ساهران دانا و ماهر را به نزد تو بیاورند و ساهران نزد فرعون آمدند گفتند آیا اگر ما پیروز شدیم پاداشی برای ما خواهد بود؟ فرعون گفت آری به تحقیق شما از مقربان خواهید بود روز موعد فرار رسید صاهران گفتند ای موسا یا نخوست تو اصای خود را بیفکن یا ما ابزار خود را میافکنیم. موسا گفت شما بیفکنید چون ابزار خود را افکندند چشمهای مردم را افسون کردند و آنها را ترساندند و سحر عظیمی پدید آوردند و ما به موسا وحی کردیم که عصای خود را بیفکن پس ناگهان آن عصا به صورت اجده درآمد آنچه را که به دروغ برساخته بودند میبلعید آنگاه حق آشکار و پیروز شد و آنچه آنها ساخته بودند و انجام میدادند باطل گشت پس در آنجا فرعون و فرعونیان همگی مغلوب شدند و خار و زبون باز گشتند و ساهران به سجد افتادند گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم پروردگار موسا و هارون فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید قطعا این دسیس و نیرنگی است که در شهر اندیشیده تا اهلش را از آن بیرون کنید پس به زودی خواهید دانست البته دست هایتان و پاهایتان را به خلاف یکدیگر خواهم برید سپس همگی شما را بردار خواهم زد گفتند پس از شهادت ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم و تنها انتقام تو از ما به خاطر این است که ما به آیات پروردگارمان هنگامی که به سوی ما آمد ایمان آوردیم پروردگارا بر ما صبر و استقامت فروریز و ما را مسلمان بمیران و اشراف و بزرگان از قوم فرعون به او گفتند آیا موسا و قوم اشرارها می کنی تا در زمین فساد کنند و تو و معبودانت را واگذارند فرعون گفت به زودی پسرانشان را می کشیم و زنانشان را زنده نگه میداریم و بیگمان ما بر آنها چیره و مسلط هستیم موسا به قومش گفت از خدا یاری بجویید و صبر و استقامت پیشه کنید همانا زمین از آن خداست به هر کس از بندگانش که بخواهد آن را به میراث میدهد و میبخشد و عاقبت نیک از آن پرهیزگاران است قوم موسی گفتند پیش از آن که به سوی ما بیایی آزار دیده ایم و بعد از آن که نزد ما آمدی نیز آزار میبینیم موسا گفت امید است پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شما را در زمین جانشین سازد پس بنگرد چگونه عمل می کنید؟ و به راستی ما قوم و نزدیکان فرعون را به قهد سالی و کمبود میوه ها گرفتار کردیم شاید که آنان پن گیرند پس هنگامی که نیکی و نعمت به آنها روی آورد گفتند این حق ماست و اگر بدی و رنجی به آنها می رسید به موسا و کسانی که با او بودند فال بد میزدند. آگاه باشید همانا فال بدشان فقط به نزد خداست و به کیفر گناهانشان می باشد ولیکن بیشتر آنها نمی دانند. و گفتند هرچرا که از نشانه و معجزه برای ما بیاوری تا ما را بدان جادو کنی ما به تو ایمان نمی آوریم. پس عذاب و بلاهای آشکار از قبیل طوفان و ملخ و شپش و قور ها و خون را که هر کدام معجزه و نشانه هایی روشن و جدا جدا بود بر آنها فرستادیم باز سرکشی کردند و گروهی گناهکار بودند و هنگامی که عذاب بر آنها واقع میشد میگفتند ای موسی پروردگارت را برای ما بخوان به آنچه به تو وحی به عهد کرده است اگر این عذاب را از ما برطرف کنی قطعا به تو ایمان می آوریم و بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد پس هنگامی که عذاب را تا مدت معینی که آنان به آن می رسیدند از آنها برطرف کردیم ناگهان پیمان شکنی کردند پس از آنها انتقام گرفتیم و آنها را در دریا غرق کردیم زیرا که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند و شرق و غرب زمین را که در آن برکت داده بودیم به گروهی که ناتوان شمرده می شدند به میراث دادیم و وعده نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل به خاطر صبر و استقامتی که کردند تحقق یافت و آنچه فرعون و قوم او ساختند و آنچه را که برمی افراشتند در هم کوبیدیم و ما بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم آنگاه بر گروهی گذشتند که اطراف بطهای خود با تواضع و فروتنی گرد آمده بودند گفتند ای موسا برای ما نیز معبودی قرار ده همانگونه که آنها معبودهایی دارند موسا گفت حقا شما گروهی نادان و جاهل هستید بیگمان اینها عاقبت کارشان نابودی است و آنچه انجام میدادند نیز باطل است سپس گفت آیا غیر از خداوند معبودی برای شما بجویم در حالی که او شما را بر جهانیان برتری داد و به یاد آورید زمانی را که شما را از فرعون و فرعونیان نجات دادیم آنها پیوسته شما را به بدترین صورت شکنجه می دادند. پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده نگه می داشتند. و در این برای شما آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود و با موسا سی شب بعد نهادیم و آن را با ده شب دیگر کامل کردیم پس میعاد پروردگارش با او چهل شب تمام شد و موسا به برادرش هارون گفت جانشین من در میان قوم من باش و آنها را اصلاح کن و از راه مفسدان پیروی نکن و هنگامی که موسا به میاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض کرد پروردگارا خودت را به من نشان بده تا به تو بنگرم فرمود در دنیا هرگز مرا نخواهی دید ولی کن به کوه بنگر پس اگر در جایش ثابت ماند تو نیز مرا خواهی دید پس چون پروردگارش بر آن کوه تجلی کرد آن را متلاشی ساخت و موسا بیهوش هوش افتاد پس هنگامی که به هوش آمد عرض کرد تو پاک و منزهی من به سوی تو بازگشتم و توبه کردم و من نخستین مؤمنانم خداوند فرمود ای موسا من تو را با پیام هایم و با سخن خود بر مردم برتری دادم و برگزیدم پس آنچه را به تو دادم بگیر و از سپاس گذاران باش و برای او در لوها هر گونه پند و تفصیل و بیان هر چیز را نوشتیم و به موسا فرمودیم پس آن را با نیرومندی و جدیت بگیر و به قومت فرمانده تا به نیکوترین آن عمل کنند و به زودی جایگاه و سرای نافرمانان را به شما نشان خواهم داد به زودی کسانی را که به ناحق در روی زمین تکبر میورزند از آیات خود باز میدارم و اگر هر نشان ای را ببینند به آن ایمان نمی آورند. و اگر راه هدایت را ببینند آن را در پیش نمی گیرند. و اگر راه گمراهی را ببینند آن را برمیگزینند این بدان خاطر است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند و کسانی که آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند اعمالشان تباه و نابود شد آیا جز آنچه را عمل می کردند کیفر داده می شوند؟ و قوم موسا بعد از رفتن او به میادگاه از زیورهایشان گوسال ای ساختند جسد بیجانی که صدای گوساله داشت آیا نمیدیدند که با آنها سخن نمیگوید و به راهی هدایتشان نمی کند؟ آن را به خدایی گرفتند و ستمکار بودند و چون پشیمان شدند و دیدند که به راستی گمراه شده اند گفتند اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نیامرزد مسلما از زیانکاران خواهیم بود و چون موسا خشمگین و اندوهناک به سوی قومش بازگشت گفت پس از من چه بد جان برایم بودید آیا از حکم پروردگارتان پیشی گرفتید و لوها را انداخت و سر برادر خود را گرفت و به سوی خود کشید هارون گفت ای پسر مادرم به راستی این قوم مرا در تنگنا قرار دادند و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشند پس با من کاری نکن که دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه ستمکاران قرار مده موسا گفت پروردگارا من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خیش داخل کن و تو مهربان ترین مهربانان هستی به راستی کسانی که گوساله را به خدایی گرفتند به زودی خشمی از پروردگارشان و ذلت و خاری در زندگی دنیا به آنها میرسد و این چنین دروغ پردازان را کیفر میدهیم و کسانی که مرتکب کارهای بد شدند سپس بعد از آن توبه نمودند و ایمان آوردند همانا پروردگار تو پس از آن مسلما آمر مهربان است و چون خشم از خاطر موسا فرو نشست الواح را برگرفت و در نوشته های آن هدایت و رحمت برای کسانی بود که از پروردگارشان میترسند و موسا از قومش هفتاد مرد را برای میاد ما برگزید پس هنگامی که زلزله آنها را فرا گرفت و همه مردند موسا گفت پروردگارا اگر میخواستی پیش از این آنها و مرا هلاک میکردی آیا ما را به آنچه نادانان انجام داده اند هلاک میکنی؟ این جز آزمایش تو چیزی نیست هر که را بخواهی به وسیله آن گمراه میسازی و هر که را بخواهی هدایت میکنی تو یاور و کار ساز مایی پس ما را بیامرز و بر ما رحم کن و تو بهترین آمرزندگانی و برای ما در این دنیا و در سرای آخرت نیکی مقرر فرما ما به سوی تو بازگشتی این. خداوند فرمود عذابم را به هر کس که بخواهم میرسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است پس آن را برای کسانی که تقوا پیشه می کنند و زکات می دهند و کسانی که به آیات ما ایمان می آورند مقرر خواهم داشت آنان که از این رسول خدا پیام بر امی پیروی می کنند که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است نوشته می آبند. آنها را به کارهای خوب و پسندیده فرمان می دهد و از زشتی و کارهای ناپسند بازشان می دارد و پاکیزه ها را برایشان حلال می و پلیدی ها را بر آنان حرام می کند و بارهای سنگین و قید و زنجیرهایی را که بر آنها بود از دوش آنها بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و او را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند آنانند که رستگارند بگو ای مردم من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم آن خدایی که فرمان روایی آسمان و زمین از آن اوست معبود راستینی جز او نیست زنده می کند و می میراند پس به خدا و فرستاده اش آن پیامبر امی که به خدا و کلماتش ایمان دارد ایمان بیاورید و از او پیروی کنید باشد که هدایت شوید و از قوم موسا گروهی هستند که مردم را به سوی حق هدایت می کنند و به آن حق ادالت و حکم می کنند و آنها را به دوازده قبیله گروه گروه تقسیم کردیم و به موسا آنگاه که قومش از او آب خواستند وحی کردیم که اسایت را بر سنگ بزن ناگهان دوازده چشمه از آن بیرون جزد هر گروهی آبش خور خود را دانست و ابر را بر سر آنها سایبان ساختیم و بر آنها من و سلوا فرو فرستادیم و به آنان گفتیم از آنچه از پاکیزه ها روزیتان کردیم بخورید آنها با نافرمانیشان بر ما ستم نکردند بلکه بر خیشتن ستم می نمودند. و به یاد آورید هنگامی را که به آنها گفته شد در این شهر ساکن شوید و از هر جا که خواستید از نعمتهای آن بخورید و بگویید گناهان ما را بریز و با خشوع و فروتنی به دروازه درایید گناهان شما را می بخشم و نیکوکاران را پاداش افزونتری خواهیم داد آنگاه ستمگران آنها این سخن را که به آنها گفته شده بود تغییر دادند و به جای آن کلمه مسخر آمیزی گفتند پس به کیفر ستمی که می کردند عذابی از آسمان بر آنها نازل کردیم و از آنها درباری اهل قریه ای که نزدیک دریای سرخ بود بپرس هنگامی که آنها در روز شنبه تجاوز می کردند چون ماهیان آنها در روز شنبهشان که روز تعطیل و عبادت بود روی آب آشکار می شدند و روزی که تعظیم شنبه نمی کردند به سراغ آنها نمی آمدند این چونین آنها را به کیفر آنچه نافرمانی می کردند آزمایش کردیم و به یاد آور هنگامی را که گروهی از آنها به گروه دیگر گفتند چرا گروهی را اندرز می دهید که خداوند آنها را هلاک یا به عذاب شدیدی گرفتارشان خواهد کرد گفتند تا ما را نزد پروردگارتان عذری باشد و شاید آنها تقوا پیشه کنند پس چون آنچرا که به آن پند داده شدند فراموش کردند کسانی را که از بدی نهی می کردند نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند به کیفر آن که نافرمان بودند به عذابی سخت گرفتار ساختیم پس چون از ترک آنچه از آن نه شده بودند سرپیچی کردند به آنها گفتیم به صورت بوزینه های خار و مترود درایید و نیز به یاد هنگامی که پروردگارت اعلام کرد مسلما تا روز قیامت کسی را بر آنها مسلط خواهد کرد که همواره به آنها عذاب سختی بچشاند بیگمان پروردگارت زود کیفر است همانا او آمرزنده مهربان است و آنها را در زمین به صورت گروه گروه پراکنده ساختیم گروهی از آنها صالح و گروهی غیر صالحند و آنها را با ها و بدیها آزمودیم شاید توبه کرده به راه راست بازگردند پس از آنها گروهی غیر صالح جانشین آنها شدند که کتاب تورات را به ارث بردند متاع این دنیای پست را میگیرند و میگویند به زودی آمرزیده خواهیم شد و اگر متاع دیگری همانند آن برایشان بیاید آن را نیز میگیرند آیا پیمان کتاب خدا از آنها گرفته نشده است که بر خدا جز حق نگویند و آنچه در آن چه درانه است خانده اند؟ و سرای آخرت برای کسانی که تقوا پیش کنند بهتر است آیا نمی و کسانی که به کتاب خدا تمسک می جویند و نماز را بر پا دارند پاداش بزرگی خواهند داشت به راستی ما پاداش درست کاران را زایع نخواهیم کرد و به یاد آورید هنگامی که کوه را همچون سایبانی بر فرازشان برافراشتیم و پنداشتند که بر آنان فرود میآید. و در چنین حالت از آنها عهد گرفتیم و گفتیم آنچه را که به شما داده ایم با نیرو و جدیت بگیرید و آنچه را که در آن است یاد کنید تا پرهیزگار شوید و به یاد آور هنگامی که پروردگارت از پشت های فرزندان آدم ذریه آنها را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت و فرمود آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند آری گواهی می دهیم و این گواهی بدین خاطر بود که مبادا در روز قیامت بگویید ما از این بیخبر بودیم یا مبادا بگویید پدرانمان از پیش شرک آورده بودند و ما هم فرزندانی بعد از آنها بودیم آیا ما را به آنچه باطل گراین انجام دادند نابود کنی؟ و این چون این آیات را به تفصیل بیان میکنیم و شاید به سوی حق باز گردند و ای پیام بر آنها بخوان سرگذشته کسی را که آیات خود را به او دادیم آنگاه از آن جدا و آری گشت پس شیطان در پی او افتاد و از گمراهان شد و اگر میخواستیم او را با آن آیات بالا می بردیم ولی او به سوی زمین و دنیا مایل شد و به پستی گرایید و از هوای خیش پیروی کرد پس مسئله او چون مسئله سگ است که اگر به او حمله کنی زبان از دهان بیرون می آورد و اگر او را به حال خود واگذاری باز هم زبانش را از دهان بیرون می آورد. این مسئله گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند پس این داستانها را بر آنها بازگو کن شاید بیندیشند چه بد مسلی دارند گروهی که آیات ما را تکذیب کردند و آنها بر خیشتن ستم می کردند هر کس را که خدا هدایت کند پس او هدایت یافته واقعی است و هر کس را که گمراه سازد پس آنها زیانکاران واقعی هستند به تحقیق گروه بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریده ایم آنها دلهایی دارند که با آن نمیفهمند و چشمانی دارند که با آن نمی بینند و گوشهایی دارند که با آن نمی آنان مانند چهار پایانند بلکه اینان گمراه ترند اینان همان غافلانند و برای خدا نامهای نیک است پس به آن نامها او را بخوانید و کسانی را که در نامهایش تحریف می کنند رها کنید به زودی آنها کیفر آنچه را می کردند خواهند داد و از میان آنان که آفرید ایم گروهی هستند که به حق هدایت می نمایند و به آن حکم و عدالت می کنند و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به تدریج از جایی که نمی دانند گرفتارشان خواهیم کرد و به آنها مهلت می دهم بیگمان تدبیر من متین است آیا فکر نکرده اند که هم نشین آنها هیچ گونه نشانی از دیوانگی ندارد او تنها بیم دهنده آشکار است آیا در ملکوت آسمان ها و زمین و آنچه خدا آفریده است نمی نگرند؟ و آیا فکر نمی کنند شاید عجلشان نزدیک شده باشد پس بعد از این قرآن به کدام سخن ایمان خواهند آورد هر کس را که خدا گمراه کند پس هدایت کنند ای برایش نیست و آنها را در سرکشی و تغیانشان سرگردان رها می کند ای پیامبر در باری قیامت از تو سؤال می کنند کی واقع می شود بگو مسلما علم آن فقط نزد پروردگار من است و جز او کسی وقتش را آشکار نسازد دانستن آن در آسمان ها و زمین سنگین و پوشیده است و جز به طور ناگهانی به سوی شما نمی آید چنان از تو سوال می کنند که گویی تو از وقوع آن خبر داری بگو علم آن فقط نزد خداست ولی بیشتر مردم نمی دانند بگو من مالک سود و زیان خیشتن نیستم مگر آنچه را خدا بخواهد و اگر غیب می خیر و سود بسیاری برای خود فراهم می ساختم و هیچ بدی و زیانی به من نمی رسید من کسی نیستم جز بیم دهنده و بشارت دهنده ای برای گروهی که ایمان دارند اوست که شما را از یک تن آفرید و همسرش را نیز از خودش پدید آورد تا در کنار او آرام بگیرد پس چون مرد با همسرش آمیزش کرد حملی سبک برداشت پس مدتی با آن حمل گذرانید و چون سنگین شد هر دو زن و شوهر به درگاه الله پروردگارشان دعا کردند که اگر فرزندی تندرست به ما بدهی مسلما از سپاس گذاران خواهیم بود پس چون خداوند فرزندی تندرست و شایسته به آنها داد برای او در آنچه به آنان داده بود شریکانی قرار دادند پس خداوند برتر است از آنچه شریک او قرار میدهند، آیا چیزی را شریک میگیرند که چیزی را نمی آفریند و خودشان مخلوقند و نمی توانند آنها را یاری کنند و نه خودشان را یاری میدهند. و اگر آنها را به سوی هدایت دعوت کنید از شما پیروی می کنند برای شما یکسان است خواه آنها را دعوت کنید و یا خاموش باشید بیگمان آنهایی را که غیر از الله می خانید بندگانی همچون شما هستند پس آنها را بخوانید اگر راست میگویید پس باید دعای شما را اجابت کنند آیا پاهایی دارند که با آن راه بروند یا دستهایی دارند که با آن چیزی را بگیرند یا چشمانی دارند که با آن ببینند یا گوشهایی دارند که با آن بشنوند ای پیامبر به مشرکین بگو شریکانتان را بخوانید سپس بر ضد من تدبیر و نیرنگ کنید و مرا مهلت ندهید همانا یاور و سرپرست من خداوندی است که این کتاب را نازل کرده و او یاور و کار ساز صالحان است و کسانی را که به جای او میخوانید نمیتوانند شما را یاری کنند و نه خودشان را یاری دهند و اگر آنها را به سوی هدایت دعوت کنید سخنانتان را نمیشنوند و آنان را میبینی که به تو نگاه میکنند در حالی که نمیبینند ای پیامبر گذشت را پیش کن و به نیکی فرمانده و از نادانان روی بگردان و اگر از سوی شیطان وسوسه ای به تو رسد به خدا پناه ببر بیگمان او شنوای داناست همانا کسانی که پرهیزگاری می کنند چون وسوسه ای از شیطان به آنها برسد به یاد خدا می افتند، پس ناگهان بینا می گردند. و برادرانشان از شیطان آنان را به گمراهی میکشانند سپس در این زمین کوتاهی نمی کنند و چون آیه و معجزه ای برای آنان نیاوری گویند چرا خودت آنان را برنگزیدی بگو من فقط از چیزی پیروی می کنم که از پروردگارم به من وحی می شود این قرآن حجت ها و بینایی از طرف پروردگارتان و مایه هدایت و رحمت است برای گروهی که ایمان می آورند. و چون قرآن خوانده شود پس به آن گوش فرا دهید و خاموش باشید تا مشمول رحمت شوید و پروردگارت را در دل خود با تذرع و بیم نبا صدای بلند در صبح گاهان و شام گاهان یاد کن و از غافلان مباش همانا کسانی که در نزد پروردگار تو هستند از عبادتش تکبر نمی و او را به پاکی یاد می کنند و برایش سجده می کنند سوره انفال جزء نو بسم الله الرحمن الرحیم از تو درباری انفال سوال می کنند بگو انفال از آن خدا و پیام است پس از خدا بترسید و میانی خودتان را اصلاح کنید و خدا و پیام برش را اطاعت کنید اگر ایمان دارید مؤمنان تنها کسانی هستند که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان گردد و چون آیات او بر آنها خوانده شود ایمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل می کنند کسانی که نماز را بر پا دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند اینان مؤمنان حقیقی هستند برای آنان درجاتی پیاپی نزد پروردگارشان است و همچنین آمرزش و روزی فراوان و نیکو در بهشت است همان گونه که پروردگارت تو را به حق از خانه بیرون آورد در حالی که گروهی از مؤمنان ناخشنود بودند آنها پس از آنکه حقیقت آشکار شد در باری حق با تو مجادله می کنند گویی به سوی مرگ رانده می شوند و خود می نگرند و به یاد آورید هنگامی را که خداوند به شما وعده داد که یکی از دو گروه نصیب شما خواهد بود و شما دوست می داشتید که کاروان غیر جنگی برای شما باشد و خداوند می خواست با سخنان خیش حق را پایدار کند و ریشه کافران را قطع کند تا حق را ثابت و باطل را از میان بردارد اگر چه گناهکاران ناخشنود باشند به یاد آورید هنگامی که از پروردگارتان یاری می خواستید. پس او خواسته شما را پذیرفت و فرمود من شما را با یک هزار از فرشتگان که پیاپی فرود می آیند یاری می کنم و خداوند این یاری و مدد را تنها برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد وگرنه پیروزی جز از طرف خدا نیست به راستی خداوند پیروزمند و حکیم است و به یاد آورید هنگامی را که خواب سبکی که آرامشی از سوی او بود شما را فرا گرفت و از آسمان آبی بر شما فرو فرستاد تا شما را با آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهای شما را محکم بدارد و گامهایتان را با آن استوار کند و به یاد آور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد من با شما هستم پس کسانی را که ایمان آورده اند ثابت قدم دارید به زودی در دل کسانی که کافر شدند ترس و حراس می پس بر فراز گردنها بزنید و همه انگشتانشان را بزنید این به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش مخالفت کردند و هر کس با خدا و رسولش مخالفت کند پس خداوند سخت کیفر است ای کافران شما این عذاب و مجازات در دنیا را بچشید و بدانید که برای کافران در قیامت عذاب آتش است ای کسانی که ایمان آورده اید چون با انبوه کافران روبرو شوید پس به آنها پشت نکنید و هر کس در آن روز به آنها پشت کند مگر آنکه برای حمله دوباره یا به قصد پیوستن به گروهی دیگر باشد به خشم خدا باز گشته است و جایگاه او جهنم است و چه بد جایگاهی است پس شما آنها را نکشتید بلکه خداوند آنها را کشت و هنگامی که به سوی آنها خاک و سنگ انداختی تو نینداختی بلکه خدا انداخت تا مؤمنان را به آزمایشی نیکو از جانب خود بیازماید بیگمان خداوند شنوای داناست این واقعه چنین بود که دیدید و بدانید که همانا خداوند سوس کننده مکر کافران است ای کافران اگر خواهان فت و پیروزی هستید پس بیگمان فت و پیروزی برایتان آمد و اگر دست بردارید برای شما بهتر است و اگر باز گردید ما هم باز خواهیم گشت و گروه شما هرچند زیاد باشد شما را بینیاز نخواهد کرد زیرا که خداوند با مؤمنان است ای کسانی که ایمان آورده اید خدا و رسولش را اطاعت کنید و از او روی نگردانید در حالی که سخن او را می شنوید و مانند کسانی نباشید که گفتند شنیدیم حال آنکه آنان نمی شنیدند همانا بدترین جنبندگان نزد خدا افراد کرولالی هستند که نمی اندیشند و اگر خداوند خیلی در آنها می دانست قطعا به آنان می شنواند. و اگر هم با این حال به آنان می باز روی می و اعراض و سرپیچی می کردند. ای کسانی که ایمان آورده اید دعوت خدا و پیامبر او را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی فرا میخواند که شما را حیات و زندگی میبخشد و بدانید که خداوند میان شخص و قلب او حایل می شود و بدانید که به سوی او محشور خواهید شد و از فتنه بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمی رسد بلکه همه را فرا می گیرد و بدانید که خداوند سخت کیفر است و به یاد آورید زمانی را که شما در روی زمین اندک و ناتوان بودید می ترسیدید که مردم شما را بربایند پس خداوند شما را پناه داد و با یاری خود شما را تأیید و تقویت کرد و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید شاید شما سپاس گذار باشید ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا و پیام بر او خیانت نکنید و نیز در امانتهای خود در حالی که میدانید خیانت نورزید و بدانید که اموال شما و اولاد شما وسیله آزمایش است و همانا خداوند است که پاداش بزرگ نزد اوست ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از خدا بترسید برای شما راه نجات قرار می دهد و گناهانتان را میپوشاند پوشاند و شما را می و خداوند صاحب فضل و بخشش بزرگ است و به یاد آور آنگاه که کافران در باری تو نقش می کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا تو را بکشند و یا از مکه بیرونت کنند آنها چاره و مکر می اندیشیدند و خدا هم تدبیر می کرد و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است و چون آیات ما بر آنها خوانده شود گویند همانا شنیدیم اگر ما هم بخواهیم مانند آن را میگوییم اینها جز افسانه های پیشین یا نیست و به یاد آور آنگاه که گفتند پروردگارا اگر این قرآن حق است و از جانب توست پس از آسمان سنگی بر ما بباران یا عذاب دردناکی بر ما بفرست و تا تو ای پیامبر در میان آنها هستی خداوند آنها را عذاب نخواهد کرد و نیز تا زمانی که استغفار می کنند خداوند عذابشان نمی کند و چرا خداوند آنها را عذاب نکند حال آنکه آنان مردم را از مسجد الحرام باز می دارند در حالی که آنان متولیان و سرپرست آن نیستند متولی و سرپرست آن تنها پرهیزگارانند ولی بیشترشان نمیدانند. و نمازشان نزد خانه کعبه چیزی جز سود کشیدن و کف زدن نبود پس به کیفر کفرتان عذاب را بچشید به راستی کسانی که کافر شدند اموالشان را برای باز داشتن مردم از راه خدا خرج می کنند پس به زودی همه را خرج می کنند آنگاه مایه حسرت و پشیمانی بر آنان خواهد بود سپس شکست می خورند و سرانجام کسانی که کافر شدند به سوی آتش جهنم رانده می شبند. تا خداوند پلید را از پاک جدا سازد و پلیدان را روی هم بگذارد آنگاه همگی را متراکم سازد و سپس یک جا در دوزخ قرار دهد اینها همان زیانکاران واقعی هستند ای پیامبر به کسانی که کافر شدند بگو اگر از کفر و دشمنی دست بردارند گذشته هایشان آمرزیده می شود و اگر به همان اعمال خود باز گردند پس بیگمان گمان سنت و روش خداوند در باری پیشینیان گذشته است و با آنها پیکار کنید تا فتنی شرک ریشه کن شود و پرستش و دین همه از آن خدا باشد پس اگر آنها از شرک و آزار و از ید دست بردارند خداوند به آنچه می کنند بیناست و اگر سرپیچی و روی گردانی کنند پس بدانید که خداوند سرپرست و مولای شماست چنیکو سرپرست و چنیکو یاوری است